بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب اندر حماية مصطفى صلى الله عليه وسلم جانب توحيد را و بستن هم راههای را که به سوی شرک میرساند. مؤلف این باب را آورد تا بیان کند که او صلی الله علیه و سلم مانعه گردان که از نزدیک شدن شخص در گید توحید را منع میکند، آن را سخت حمایه میکند و درها را کشاده نمان که هر کس خواهد در آن درآید. ولیکن او صلی الله علیه و سلم همه راههای به شرک رسنده را بست. دلیل فرموده الله تعالی که فرمود: یقینا پیامبری از میان خودتان به سویتان آمد که رنجهای شما را بر او دشوار و ترسان است. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: خانه هایتان را به قبرستان تبدیل ندهید و قبر مرا ایدگاه نگیرید و بر من صلوات بفرستید، زیرا صلوات شما به من میرسد هر کجایی که باشید. ابو داود با اسناد نیک روایت کرده است و راویانش با اعتماد هستند. یقینا پیامبر به سویتان آمد، یعنی به سه تأکید کننده تأکید کرده شد: قسم تقدیر شده و حرف لام و قد. از خودتان، یعنی یکم بشر از جنس خودتان، ولیکن بر شما به وی وحی برتری دارد. دوم، و در قرائت فی انفسکم به فتحه حرف فا، یعنی از با شرفترین شما و با تقواترین شما، و فرمود که بر او دشوار است. بر او دشوار می آید آن چیزی که بر شما دشوار می آید، و برای این به دین بخشنده راستین فرستاده شد. و فرمود: و بر شما حریص است، یعنی تمام کوششش را در مصلحت شما صرف کننده است. و فرمود که نسبت مؤمنان رؤوف مهربان است، یعنی پیش آوردن چیزی که حق آن بعد آوردن است افاده حصر میکند، یعنی در غیر مؤمنان سختگیر است. محمد رسول الله است و کسانی که با او هستند بر کافران سختگیر و در میان خود مهربانند. و فرمود: پس رو گردانند، یعنی اعتراض کنند، و نگفت پس اگر روی گردانید، زیرا روی گرداندن به این بیان مکروه است. و برای آگاه کردن خواننده پس ضمیر را تغییر داد تا آگاه شود. و فرمود: پس بگو الله برای ما کافی است، یعنی روگرداندن آنان تو را غمگین نکند، و با زبان و قلبت بگو الله مرا بسنده است. فرمود: خانه هایتان را قبرستان نگیرید، یعنی یکم در خانه ها نماز خوانید، دوم در آن مرده هایتان را دفن نکنید. و فرمود: عید، یعنی در قبر من رفت آمد نکنید و به این عادت نکنید، خواه آن را در سال یا ماه یا هفته قید کنید، و البته به خاطر سبب زیارت کرده می شود، همچنانه که از سفر برگردد یا برای یادآوری آخرت. و فرمود: و بر من صلوات بفرستید. معنای صلوات از جانب الله تعالی بر پیامبر در عالم بالا ثنا گفتن است. و فرمود: و من به من می رسد. و فرمود: به من میرسد، زیرا او صلی الله علیه و سلم گفت: الله ملائکه های دارد که در زمین سیر و گشت میکنند، سلام امت مرا به من میرسانند. پس برای جمع آمدن در نزد قبر او صلی الله علیه و سلم حاجت نیست. دلیل سوم، از علی ابن حسین رضی الله عنه روایت است که عمر را دید که به نزد سراخیه که در نزد قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم بود می آمد و در آن داخل شده دعا میکرد.
پس او را از این کار من کرده گفت آیا شما را حدیثی را نگویم که از پدرم از بابایم از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که گفت قبر مرا اید نگیرید و نخواهنه هایتان را قبرستان و بر من درود بفرستید. پس البته سلام شما به من میرسد در کجایی که باشید. این را در المختار روایت کرده است. فرمود پس دعا میکرد، یعنی گمان میکرد که برای دعا در نزد قبر برتری است که شادنی در و وسیله به سوی شرک است. و فرمود در کجای باشید، یعنی مقصد در کجای باشید بر من صلوات بفرستید و حاجت و آمدن نزد قبر نیست که نزد قبر بیایید و بر من صلوات و سلام گویید. مسئله های این موضوع. یکم تفسیر آیت براءت توبه. یقینا پیامبر از میان خودتان به سویتان آمد. دوم، پیامبر صلی الله علیه و سلم امتشان را از شرک دور نمودند. سوم، بیان حریص بودن پیامبر صلی الله علیه و سلم و مهربانی و رحمتش بر ما. آیت سوره براءت. چهارم، من نمودنش از زیارت قبرش به طریقه مخصوص با وجود که زیارتش از بهترین عمل هاست. پس در زیارت او و بر او سلام دادن است و حق پیامبر صلی الله علیه و سلم از غیرش بزرگتر است. پنجم از بسیار زیارت من کردنش. ششم، تشویق نمودنش بر خواندن نمازهای نفل در خانه. هفتم، صحابگان بر این عقیده بودند که در قبرستان نماز خواندن جایز نیست. هشتم، درود سلام مرد بر پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر چه دور باشد به او میرسد. پس حاجت نیست که به اون چیزی که گمان میکند شخصی که نزدیکی قبر را میخواهد. علی ابن حسین گفت تو و کسی که در اندلس است برابر هستید. نوم، در برزخ به پیامبر صلی الله علیه و سلم صلوات و سلام امتش بر وی عرض کرده می شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.